سلام، من یک خانم 22 ساله هستم. من 15 سال داشتم که کسی به نام انجینر داخل خانه ما شد و آرایشگری میکردم و دیگه کدام مشغول کدام کار دیگه نبودم که باز بمی نام انجینر خانه از کس دیگه بود که آمد. من را که دید اونجا، خود چون ما را همه تو شانده بود تو خانوالا که خانهش نگاه کنیم، باز اونجا که آمد باز بر من گفت که من اینجا آمدیم که خانه را جور کنم. من گفتم صاحب خانه را بخواییم که ما شما را نمشناسیم. باز در وقت صاحب خانه اجازه داد شما میتونیم خانه را جور کنیم. صاحب خانه که آمد گفت که من اینجا را جور میکنم، این انجینر است، انجینر هم نیست، سرکاریگر است. باز من را کم اینجا دید دیگه، من هیچ اصلا از هیچ چیز خبر نداشتم چون یک دختر 15 ساله بودم. من مکتبم نمیرفتم، دمخانه خود کار میکردم، دمخانه خود بودم، هیچ کدام مشکل دیگه نداشتم، فقط قرآن میخواندم و نماز میخواندم و کل چیزم به خداوند بود. من هیچ اصلا از آروسی، از دوستی، از این گپا هیچ چیز نمیفهمیدم. باز 5 سال یادم اینم تو ببانه از اینمی که در خانه که آمد بی خانه والا را گفتیم ما نی خانه داریم، نی جای داریم، نی دیگه داریم، بر ما پیسه بتیم ما بریم بر خود خانه پیدا کنیم، باز ما را از اینجا بیرو کن. بازی که گفت خیسته لگرپا بر شما میتم، باز شما بریم بر خود خانه پیدا کنیم. وقتی که گفت پیسه میتم، این آدم هم پیسه را گرفت از او بر خود، باز ما را فریب داده رفت و می بانه اینمی فریب اینمی پیسه داخل خانه ما رفت آمد میکرد. زمانی که در خانه ما می آمد می رفت، هر کس کی را دید گفت که این سر دختر تو ادب داره. ما نمی فهمیدیم، قلب ما پاک بود دیگه، نمی فهمیدیم یک دختر عاجز مظلوم دیگه چی بگویم. بازی وقتی که آمد پیسه ما را گرفت، همیدم 5 سال ما را فریب داد، دایی ما میتا دایی ما میتا، گفتیم بیار پیسه ما را بده که ما برایم، ما را مسخانه هم کشید دیگه، هم هیچ چیز بر ما نداد. وقتی که 5 سال بعد گفت که من دختر تر دوست دارم میگیرم اینه تو، من گفتم نمیخوایم تر، به خاطر از این من 3 سال دوا خوردم دیگه که پشت من ایلا کو. این امال دمونجی که دوا خوردیم از کل چیز شست خودشم ماندیم، اونجا رفت کل چیز را پاکت دم یه جای بس زوری پیسه خود پیش میبرن دیگه. همیشه یادم امو زن ایرام که داشت، من از او زنشم خبر نداشتم، از اولادشم خبر نداشتم. باز این امی را جوری را کده رفت که زور از زور بر ما نشان داد، پلیس هم میارم شما را میکشم دیگه. ما همیشه موضوع همین پیسه را گفتیم، پیسه را بر ما بدین فقط به خاطر همین چند روپی که ما میخواستیم بگیریم، به خاطر همین چند روپی در جالی از یادم افتیدم. و از ما که پرسان کرد گفت نامزاد داری؟ گفتم بله، به خاطر از این ما فهمیدم که یادم اتمن کدام ادب داره سر ما که این سوال میکنه. وقتی که پرسان کرد باز من گفتم که بله. گفت کی از بچه خالی من؟ گفتم در ایران است که سوال نکنم، کس که کس است یا اگر پس است. من گفتم که باشه از من سوال نکنه دیگه، نگویه که خچور نمی خانه تان، به این خاطر گفتم در ایران است. باز دمو لرزه که از من پرسان کرد، چند دقیقه بعدش که خازگار پشت ما آمده بود، بیگانه بود، کس نمی شناختش، از مادرم پرسان کرده بود که یا کی هستن. گفته بود خازگارای دخترم است. زمانی که از این پرسان کرد فهمید کی نامزاد نیست، باز دیگه پشت من اعلان نکرد. هر چه قدر که من جنگ کردم دوباره هر چیز که برش گفتم، باز ای گفت نه، تا که یک قدری خونم است ای را اعلان نمید. باز بیگانه را آورد، همسایه را آورد، کلی که شاید داریم نفر است که ای آدم فریبکاری کرده دیگه، که قرآن خورد، قسم خورد که من زن ندارم، اولاد ندارم. زمانی که من از زن اولادشم خبر شدم، امو اولادایی را که دیدم گفتم بیار که من ایا را ببینم که ای از تو است یا نیست. گفت نه، ای برادرزادای ما است که پدرشون شهید شده. خب پیش اینمی که در خانه ما رفت آمد کرد دیگه، کرد مردم گفت که نه تو من مجبور شدم که بر من لکه فکر کنین، وارد کرد من مجبور شدم که دیگه از او فکر کنین بدتر دیگه. دیگه من اختار داد دیگه، کرد گفت من سر تجاوز میکنم، میتو میکنم آیا خوب است که به خوبی امرای ما عروسی کنی یا که من نامتم بد بسازم باز ایلایت کنم برم؟ باز من گفتم که نه. من گفت که تو میکنم. باز 15 نفر سر خانه ما آورد دیگه، کرد شب آورد، روز آورد، ترسان دیگه، کرد من مجبور شدم که بگویم صحیح هستم، از مجبوری قبولش کردم دیگه. او قسم که گرفت عالی. وقتی از زن اولادشم خبر شدم،
اولاداش پرسان کردم کی پدرت است؟ گفت نه پدر ما نیست، کاکای ماست. پدر ما در مزار شهید شدن. باز کم 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 اینم تو کل چیزش برام مادر اب که گفتم چرا تو کردی؟ حال دیگه من تو رو دوست داشتم، وقتی که دوست داشتی خیلی چرا حال این ظلم میکنی؟ دست من نسای کنی؟ او جوش سر دست سو انداخت مرا درد داد، گلون مرا گرفت خفه کم کرد، او دور سر من وار کرد، گاز سر من وار کرد. به خاطر که چرا حق تپرسان میکنی؟ من حق خود وقتی کسیش میخوایم کینی رو برای من اینی چیز ندارم بیاریم. ما که هستم یک دختر هستم، یک زن مظلوم هستم، پارم گرنگ است، عامله دار هستم دیگه، هیچ پدرم ری سفید است، مادرم هم از دست غم هم از دست تشویش من اصاب خود از دست داده. بر من میگفت چرا یزنیت خانیت میاید، چرا خوارت خانیت میاید، یار جواب بده پیشت نشینند که باشی نگویه که اینی رقم یک کار سر من میکنه. بعد از او باز اینما تو من رفتم که مرا سوختان زد دیگه، که عریضه کردم سرش ده سارنوالی رفتم اونجا تعود کرد که دیگه اینی کار اینی که نمیکنم، بر تو خانه جدا میگیرم این میکنم، در هیچ کار ختمال نکرد. من که اینی چیزا را که ازش خواستم من خود خواستم بیار خرج بیار بر من، ایگو که باز دید دیگر را ندارم، گرفت یا تو بر من تعود بده که دیگه این زبان نمی کنی، اینی چیزا را نمیگی، یا ایست که من خط دمیتم. من گفتم من نمیخوام خط بگیرم، آینده مرا تباه کرد، زندگی مرا تباه کرد، چرا خط میتی بر من؟ من خط بر تو نمیتم، چرا من خط بتم که امو آل روز یک سرمه میکدی لطکو میکدی باز امی لطکو با سرمه بکنی؟ من نمیتم، خیلی تو هم تاوت بتی خط بتی بر من که کارا نمیکنی سعیس من قبول دارم. بازی کارا نکد رفت سرمه جل باورد، حریزه کد دیگه کد که زن من سرکشی میکنه از من، ای میکنه مقصد در چیز گپای ناقد در خانهش بودم. من یک دفعه آورد خانه مادرم، گفت من تو را طلاق میتم. پس رفتم در خانه گفتم باش خیره دیگه، خیره من زبان میتم که من هیچ چیز نمیکنم، نمیگه خط بده بر من. در صورت هیچ چیز هم نکدیم، میگم خیره که یک حق خدا من میرم خواستم، هیچ چیز نمیخوایم، خیره من لطو کب نگو دیگه نگو سعیس. باز بر من گفت نه تو بیار بر من تعود بده خط بده که نیره تو نمیکنی. گفتم ما به خاطر که زن هستم زور ندارم، مظلوم هستم، به این خاطر از من تو خط میخوای که من همون قسمی که لطو کوب کرده بودی همون رقم باز آمدامه بدی؟ خیلی بیاد تو هم بر من خط بدی، وقتی که من خط ندادم باز آمد خودش بر من طلاق نوشته کرد، خودش خط داده، حالی که من خودم ازش میخوایم میگه که من بعد تو زیورات گرفتیم، میگه ای گرفتیم و گرفتیم در صورت که نگرفته، میگه نه نمیتم. خودشم میگه که من برای خود وکیل میگیرم، من هیچ چیز ندارم، هیچ چیز ندارم جز خداوند، کس دیگه رو ندارم، پرسان مرا کس نمیکنه، او کل چیز داره، از هیچ چیز کمبودی نداره، هیچ چیز، من زن هستم، پرسان مرا کی میکنه؟ هیچ کس نیست پرسان مرا بکنه. این مردایی هستن که تا که قصد که سر یک دختر گرفتن، زمانی که دختره که گرفتن تا کورا نگیرن، ناملا نسازن، پس قصد خود نگیرن، میگیرن و نامتو میکنن اعلامتن. این مرد قصد خود از یک سیاسر از مظلوم میگیرن باز اعلاش میتن، حقام از او پرسان کس نمیکنن، او کل چیزا میفهمن، ما هیچ چیزا نمیفهمیم، چی بگوییم؟ ما از تمام مردم افغانستان چی در داخل کشور هستن و چی در خارج هستن، یگانه خواهشم اینمی هست که کسی که اگر از دین، از قرآن، از علم آگاهی داره خوب میفهمه، او کسی که نداره ازشان یگانه خواهشم اینمی هست زمانی که دخترای خود به شوهر میتن اولش خب به بیگانه نتن، چون قوم که هست میفهمن میشناسن که اینمی چه قسم یک انسان است. اگر به بیگانه میتن او خب قسمت است خداوند که هر قسم شد میشه، اول پرسان کنن ببینن ازش چیز بخواین، خب یک چند وقت امروش رفت آمد کنن دیگه کنن که او را دقیق بشناسن، بعدن دختر خود بتن. اتو نمیشه که بدون پرسان بدون باخساز دیگه که آورد قسم خورد یک آدم فریبکار دیگه بیایه فریبشان بته باز دختر خود بتن، آیندهش آخر چی میشه؟ با مثل من این قسم یک زن مظلوم که علاج میده در بدر میشه.
چون یک دختر وقتی که دختر می باشد وقت دیگه است. وقتی که شوهرش اعلام می ده هر کس بر از او گپ می زنه. اگه در خانه پدر بشینه هم نمیتونه زندگی کده. اگه شوهر کنه بازم از این می ترسه که باز شوهر بگیرم که مثل از این باشد چی کنم. نه باز زندگی کده می تانه نه مرده می تانه. خواهش ما اینمی است که میشه متوجه اولاد خود باشن و هیچ وقت نخواهر که بدبخت شوه اولادش و به خاطر چند رو پی زندگی اولاد خودم هیچ وقت تبان نسازن.